سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. میخوام تو این ویدیو بهتون یاد بدم که با یه دونه تایمر راهبله و یه دونه شاسی و یه دونه سرپیچ و یه دونه لامپ بتونید در واقع برای خودتون یک مدار تایمر راهبله و تایمر زمانی در واقع طراحی بکنید که هر موقعی که در واقع شما این شاسی رو من برق قطع بکنم بچه ها، هر موقعی که این شاسی رو زدید لامپتون روشن بشه و اینجا مثلا روی 2 دقیقه تنظیم میکنید، 2 دقیقه بعد این لامپتون خاموش میشه. بریم که آموزش رو بهتون بدم. خب ببینید دوستان، ما یک برق ورودی داریم، یعنی فاز و نول ورودی. 2 تا سیم داریم که مثلا این قرمز رو به عنوان سیم فاز در نظر میگیریم و این سبز رو به عنوان سیم نول. حالا من سیم آبی نداشتم، از سیم سبز استفاده کردم. پس سیم قرمز رو میگیریم سیم فاز و آبی سبز هم در واقع سیم نول گرفتیم. یه 2 شاخه میگیریم که در واقع بهش وصل میکنیم. بچه‌ها ببخشید من چسب برق نداشتم، موقتی اتصال اینجا دادم، درست شد؟ پس 2 شاخه میخوایم، یه فاز یه نول، یه دونه شاسی میخوایم که در واقع به این شکل نگاه کنید، اینجوری شاسی زنگ در واقع داخل خونتون رو میتونید استفاده بکنید که فنر داره داخلش، میزنی برمیگرده. اینم از این. یه مقدار سیم میخوایم، یه دونه لامپ میخوایم، هر لامپی که باشه مهم نیست، یه دونه سرپیچ میخوایم. یه ترمینال من اینجا استفاده کردم بچه‌ها و خدمت شما عرض شود که یه دونم در واقع تایمر راهبله میخوایم، درست شد؟ اینم تایمر راهبله. تایمر راهبله هم نوع 3 سیمش تو بازار هست، هم نوع 4 سیمش. الان این 3 سیمه فاز، نول، مشترک لامپ و شاسی. آموزش های در مورد انواع سیمکشی منازل، برق صنعتی، آموزش های مربوط به کولر گازی، پکیج شفاشیواری داخل همین کانال هستش. بعد از این ویدیو انواع سیمکشی های کلید 1 پل 2 پل، تبدیل، آیفون تصویری، هر آموزشی که خواستی داخل همین کانال 1000 جلسه آموزش برات گذاشتم، حتما برو ببین چون حیفه. خب نگاه کنید بچه ها، شاسی ما اینجا 2 تا سیم بهش وصل میشه، نگاه کنید اینا، ببینید اینجا، درست شد؟ خب ببینید سیم فاز ورودی رو، خب این فاز ورودیه، سیم فاز ورودی رو وصل میکنیم، این شاسی 2 تا سیم بهش وصل میشه، نگاه کنید، یه سیم این ور، یه سیم هم این ور. سیم قرمز رو وصل میکنیم به این قسمت سمت چپش، درست شد؟ به عنوان ورودی. از همینجا یه دونه انشعاب گرفتیم، این سبز رو نگاه کنید، یه سبز هم انشعاب گرفتیم آوردیم و وصل کردیم به چی؟ وصل کردیم به سیم فاز اینجا، چون هم شاسی ما سیم فاز میخواد که با این قرمز دادیم، از همین قرمز هم یه دونه انشعاب گرفتم آوردم دادم به این قرمزه که اینجا هست، نوشته فاز، درست شد؟ شما میتونین از همون ورودی هم یه دونه فاز مستقیم بیارین به اینجا وصل کنید. پس یه دونه فاز به شاسی میدیم، یه دونه فاز هم به این اینجا که ترمینالی که سیم فاز رو نوشته. این از این. حالا یه دونه نول داریم، سیم نولمون ورودیه، اینا سیم نولمون که ورودیه، سیم نول رو میاریم به ترمینال نول میدیم، اینا به ترمینال نول میدیم، درست شد؟ اینا نگاه کنید بچه ها، این سیم نول ورودی که وصل شده به 2 شاخه، سیم نول این سبز رنگه میاد، وصل کردیم به ترمینال نولمون. از همینجا باید یه دونه انشعاب بگیریم بدیم به لامپ، چون لامپ هم نول میخواد دیگه، درسته؟ از همینجا یه دونه انشعاب گرفتم با این سیم آبی، نگاه کن، آوردم وصل کردم به چی؟ وصل کردم به این لامپ، درست شد؟ پس اینم از این. یه دونه نول به اینجا میدیم، یه نول هم به اینجا میدیم. حالا اینجا یه دونه ترمینال داره نوشته چی؟ مشترک لامپ و شاسی. میبینید؟ این یعنی چی؟ یعنی یک طرف شاسی تون، این که قبلا براتون توضیح دادم، یک طرف شاسی تون که بچه‌ها اینجا هست وصل میشه به چی؟ وصل میشه به این ترمینالی که مشترک شاسی و لامپ اینجا. خب از همینجا یه دونه انشعاب میگیریم اینجا، اینا از همینجا یه دونه انشعاب میگیریم و وصل میکنیم به لامپمون. پس نتیجه گیری این شد، این ترمینالی که این وجود داره، از اینجا یه دونه سیم میگیریم وصل میکنیم به لامپ با این سیم در واقع سبز رنگ، یه دونه میریم وصل میکنیم به کجا؟ میریم وصل میکنیم به این طرف شاسیمون، درست شد؟ این از این. مدارمون الان آماده است بچه‌ها، مدارمون الان آماده است و الان میتونیم بزنیمش به برق، نگاه کنید، درست شد؟ میزنیم به برق، ببینیم. خب زدیم به برق و الان چراغ شاسیمون روشن شد. این از این، درست شد؟ خب حالا یه نکته در مورد خود تایمر بهتون بدم قبل از اینکه روشن بکنیم. تایمر یه دونه فیوز داره اینجا، اینا این فیوز داره،
هر موقع که مدار شما اتصالی بکنه، حالا یا توی شاسی یا لامپتون یا سیم فازنولی که اینجا وجود داره یا سیم کشی اتصالی بکنه، دیگه اجازه نمیده که این که در واقع تایمر راهبلتون بسوزه. تایمر راهبلتون یه دونه فیوز داره و این فیوزتون میسوزه. یه دونه فیوز 5 آمپر داره بچه‌ها روی این. خب این فیوزه میسوزه. پس اگر یه موقع دیدین که لامپ روشن نمیشه و این شاسی رو میزنه داخل منزل، مطمئن باشید که این فیوزتون در واقع سوخته. پس فیوزتون میتونید تعویض بکنید. نگاه کنید اینجا رو بچه‌ها، اینا اینجا نصب میشه. پس فیوز من نصب میکنم الان که بخوایم مدار رو تست بگیریم. اینم از این. حالا اینجا نگاه کنید چی نوشته. اینجا گفته توان خروجی 3000 وات. میبینید؟ یعنی الان این لامپ من 100 واته. میتونم 30 تا از این لامپ ها رو اینجا وصل کنم. درست شد؟ پس توان خروجی 3000 وات. پس 30 تا دونه لامپ رو میتونم به اینجا وصل کنم. ولی هیچ موقع تعداد لامپ زیادی وصل نکنید. چون میتونه به در واقع خدمت شما عرض شود که این تایمرتون آسیب برسه. همیشه یه مقدار تلرانس پایین‌تر در نظر بگیرید. ولتاژ هم که 220 ولت، اینجا هم تایمر راهبله نوشته. این چیه مهندس غلام نیا؟ این چیه؟ بچه‌ها نگاه کنید. این گفته که آقا جون بعد از اینکه شما شاسی رو میزنید، نگاه کن اینا، میگه بعد از اینکه شما شاسی رو زدی چند دقیقه بعدش این تایمر راهبله لامپ رو خاموش کنه. من الان روی چی گذاشتم؟ روی 1 دقیقه گذاشتم. میبینید این زمانهای مختلفی داره. نگاه کن اینا، ببین بچه اینا، من روی 1 دقیقه گذاشتم. یعنی چی؟ یعنی از موقعی که این شاسی رو زدم 1 دقیقه بعدش این لامپ چی بشه؟ خاموش بشه بچه ها. درست شد؟ پس الان صبر میکنید ببینید لامپ خاموش میشه یا نه. و نکته بعدی هم این که اینجا یه چراغ داره، موقعی که تایمر فرمان وصل شدن لامپ رو میده این چراغ روشن میشه. وقتی که لامپ رو دستور بده و خاموش بشه، اون موقع این چراغ هم چی میشه؟ خاموش میشه. اینم از این. درست شد؟ حالا شما اگر خونتون 3 طبقه است، 4 طبقه است، میتونید توی هر پایگرد یه دونه شاسی بذارید، تایمر راهبله هم که اگر طبقاتتون 10 طبقه هم باشه 20 طبقه هم باشه کلا یه دونه میخواین، به ازای هر پایگاه خاموش شد بچه ها. دیدین اینا، یه بار دیگه روشن میکنیم اینجوری. پس به ازای هر پایگرد راهبله یه دونه از اینا میخواین که هر موقع هر کسی هر جایی بود بتونه اینو روشن بزنه، با این روشن بشه. کلا یه دونه تایمر میخواین، توی هر پایگرد یه دونه سرپیچ و لام میخواین، سیم کشیم که مشخصه دیگه. درست شد؟ این از این. من قبلا آموزش 5 طبقه رو و طبقات بیشتر رو داخل همین کانال دادم. الان این فقط یه دونه شاسیه با یه دونه لامپ. 10 تا شاسی با 10 تا لامپ بشم داخل همین کانال آموزش رو بهتون دادم. کانال فنی تیوبز رو حتما حتما دنبال بکنید، چون 1000 جلسه آموزش براتون گذاشتم. الان روی 1 دقیقه تنظیم بچه‌ها صبر می‌کنم ببینم خاموش میشه یا نه. درست شد؟ حالا اینجا یه دائم نوشته. یعنی چی مهندس؟ وقتی که شما یه موقع عروسی دارین، یه مراسمی دارین، خاموش شد بچه‌ها، نگاه کنید خاموش شد. درست شد؟ مثلا میتونی بذارید روی 4 دقیقه، 6 دقیقه، میتونی بذارید رو حالت دائم. دائم یعنی چی؟ یعنی موقعی که شاسی رو میزنی این لامپ دیگه خاموش نمیشه. یه موقع داخل خونه عروسی دارید، مراسمی دارید، میخوای افرادی که تو راه پله رفت آمد میکنن دیگه نمیخوای هی تون تون شاسی رو بزنن، خودت میای میذاری رو گزینه دائم، بعد یه بار اینو میزنی این دیگه خاموش نمیشه. هر موقع مراسمتون تموم شد اینو میاری میذاری مثلا رو چند دقیقه، مثلا میذاری رو 2 دقیقه. حالا چه زمان رو 1 دقیقه، چه زمان رو 2 دقیقه، چه زمان تو 10 دقیقه باید بذاری، هر چه تعداد طبقاتتون بیشتر هست اینو باید روی عدد بزرگتری بذارین. حواستون باشه. مثلا اگر 4 دقیقه میذاری مثلا برای ساختن 2 طبقه 3 طبقه کافیه، ولی اگر که مثلا ساختمون تو 5 طبقه است دیگه باید روی 10 دقیقه بذارید. اگر خونتون آسانسور داره روی 1 دقیقه کمتر بذار، اگر آسانسور نداره بعد خب 1 دقیقه بیشتر بذارین. یه موقع افراد سالمندم هستن میخوان در واقع برن بالا و اذیت نشن. اینم نکته از این. نکته مهمتر که هنوز بهتون نگفتم مهندس، اگر روی 1 دقیقه بذاری، من 3 بار اینجا بزنم 3 تا 1 دقیقه حساب میکنه؟ نه، این فقط یه دونه رو حساب میکنه و هیچ ربطی نداره که شما اگر 10 بار بزنی 10 تا 1 دقیقه 10 دقیقه طول بکشه لامپ خاموش بشه. نه، اصلا به این شکل نیستش بچه ها. برای آموزش بیشتر کانال رو دنبال کن که فردا میخوام براتون آموزش بذارم. دوستتون دارم، محمد غلامنیا کوچیک همه شما.